پرسش های زیادی از شما رسیده که من چند پرسش رو برگزیدم که در این برنامه، پرسش هایی که به برنامه برگی از تاریخ رسیده، چون یک رشته پرسش ها به برنامه یک کلمه میرسه که اونها رو جداگانه پاسخ خواهم داد. یک پرسشی که چندین نفر از من کردن در مورد این آهنگی که در آغاز برنامه، یعنی آهنگی سرنامه و آغاز همه برنامه های بنیاد آینده است، این است که میگویند این آهنگ از کیست؟ این آهنگ یکی از ساخته های بسیار بسیار توانای شوستاکوویچ، آهنگساز برجسته سده بیستم روسیه یا شوروی اون زمان است، که یکی از پیشتر آمده یکی از کنسرت های بسیار بسیار توانای اوست. همیهنی اشاره کردن به درستی، گفتن که سالها با علاقه پیگیر برنامه های شما هستن. چند باری است که در مورد پیشگامان کشف حجاب به نکات تاریخی جالبی اشاره کرده اید. میدونید که من با آقای مهری چندین برنامه در مورد حجاب و کوشش زنان برای دستیابی به حقوق خود داشتم و این کار رو ادامه میدهم و کتاب من در این باره هم امیدوارم در یکی دو ماه آینده به چاپ برسد. یادآوری میکنم که ماه بانوی آواز ایرانی در گراند هتل در سال 1303 نخستین کنسرت خود را بی حجاب و با تاجی گل بر سر برکنار کرده است. منظور قمر است، یعنی قمر ملوک وزیری. این واقعه تاریخی را کم نگیرید، از این پس بدان اشاره کنید. این جریان با کمک منابع بسیار متعدد نوشتاری موجود قابل پیگیری و مطالعه است و حتما بزرگانشون شما با آنها دسترسی دارند. شاد و سربلند باشید. ارادتمند، نامشون رو نمیبرم، از آلمان. بسیار اشاره درستی است. البته ما آگاهی خیلی دقیقی از این کنسرت نداریم. میدانیم که در این کنسرت قمر بدون حجاب پذیرفته شده اون زمان شرکت کرده. البته بیشتر آن چیزهایی که ما از صدای قمر در دست داریم آنهایی است که در بغداد ضبط شده، چون در ایران ما ساختار یا دستگاه ضبط استودیویی و گرامافونی و اینها نداشتیم. باید میرفتن به سرزمین های دیگر و در اونجا ضبط میکردن. تا رفته رفته این امکان در ایران هم فراهم شد. به درستی اشاره میکنن، من به خود این کنسرت نمیپردازم. خیلی پیشتر از ماجرای کشف حجاب در سال 1313 17 دی ماه ما با زنان بسیاری روبرو هستیم که پیشگام در این زمینه بودند. زنان و مردان زیادی در محدوده جامعه شهری، اون هم جامعه مرفه شهری ایران، که اینها می توانستند دست به چنین کارهایی بزنند. افسون بر کسی مانند قمر، خانم دولت آبادی یکی از پیشگامان روزنامه‌نگاری زنان در ایران، یکی از پیشگامان حقوق زنان در ایران، بی حجاب به خیابان می آمد و دیدگاه های اون رو ما آگاه هستیم و می دانیم که به ویژه پس از رفتن به فرانسه و بازگشت به ایران، پس از درس خواندن در فرانسه، هنگامی که به ایران بازگشت هیچگاه حاضر نشد حجاب بر سر بکنه و خیلی های دیگر در این زمینه پیشگام بودن. ویژگی ماجرای 17 دی در این است که دولت وارد این کار شد، یعنی از بالا برای نخستین بار دولتیان به پشتیبانی از بیهجاب بودن زنان پرداختن که تا اون زمان وجود نمی داشت. حتی تا پیش از اون زمان دستگاه دولتی ایران، شهربانی و دستگاه دولتی ایران با انجمنهایی که در این راستا کوشا بودند درگیری داشتند و حتی کسانی رو به زندان انداختند به دلیل اینکه شبنشینی ها یا دیدارهایی داشتن برای اینکه زنان بدون حجاب در کنار مردان حتی شراب بخورند و اینها برایشون بسیار دردناک بود. این فرهنگ جامعه بود. این تنها مربوط نمی شود به اینکه رضا شاه
به این باور داشت یا نداشت. و راست این است که فرهنگ جامعه ایران، فرهنگ مردانه و دینی اسلامی جامعه ایران، زن بی حجاب رو زن ناپسندی میدانست، زن نادرستی میدانست. و شاید یکی از نخستین کسانی که در این زمینه از راه نوشتار به راستی درگیر شده ایرج میرزا بوده باشد و دیگران. بنابراین به درستی این هم میهن اشاره کردن و من در این کتابی که به زودی منتشر خواهد شد پیشینه رفتار بسیاری از این زنان دلیر، زنان پیشگام ایرانی رو چه در راستای حجاب و چه در راستای آموزش، در راستای سن ازدواج و خیلی چیزهای دیگر برشمردم. و امروز هم میبینیم که پس از بیش از 100 سال کار و کوشش همچنان حقوق زنان، از جمله حق زنان برای گزینش پوشش، در کانون چالش سیاسی اجتماعی ایران قرار داره. و شاید بتوان گفت که چشم اسفندیار دولت دینی در ایران همین در بند کردن زنان، همین تبعیضی است که درباره زنان اعمال می شود و به ویژه در کانون اون مسئله حجاب اجباری است. من بسیار خوشبین هستم که حجاب اجباری به زودی در ایران همراه با حکومت دینی بر کنار خواهد شد. و در واقع باید گفت رفتن حجاب اجباری، آزادی زن در گزینش پوشش، با پایان حکومت دینی در ایران همراه خواهد بود. پرسش دیگری که یکی از همیهنان در ارتباط با برنامه‌های بسیاری که درباره زنده یاد احمد کسروی داشتم با جناب مهری و جدا از ایشان در برنامه کلمه، اشاره به این است که آیا احمد کسروی با اندیشه وحدتی، فکر میکنم منظور ایشان اندیشه وحدت وجود باشد شاید، یا اندیشه دیالکتیکی آشنایی داشتند یا نه. و سپس میپردازم به اینکه خب مولانا یکی از باورمندان برجسته دیالکتیک بوده و این ارزش‌های دیالکتیکی را یا احمد کسروی بهش باور داشت یا نه. من برنامه‌ای رو پس از گفتگو با آقای مهری به این خواهم پرداخت. اما باید در اینجا به یک نکته اشاره کنم که شاید بخش دیگری از این برنامه رو به اون بپردازم، به نه تنها به این پرسش بلکه به این، به گوهر این پرسش بپردازم. ما از کی فهمیدیم که مولانا در اندیشش دیالکتیک به کار برده؟ دیالکتیک یک پدیده یا مقوله ارزشی فلسفه اروپایی است. از چه زمانی به این پی بردیم؟ از زمانی که پاره ای از برخی از نویسندگان و پژوهشگران وابسته به حزب توده که در اون هنگام در اتحاد جماهیر شوروی میزیستند، دیالکتیک رو که یک پدیده از دیدگاه اونها مارکسیستی شده بود با اندیشه های مولانا پیوند دادند. احسان طبری برجسته ترین این گونه آدم ها بود که رفتند و جستند و در اندیشه های مولانا دیالکتیک رو پیدا کردند. و منظور هم داشتند، همین نوع نگاهی که دیگران در مورد حلاج به کار بردند. از حلاج یک قهرمان طبقه کارگر ساختند، از حلاج یک شخصیتی ساختند که پیش از کمونیسم کمونیست بوده. 1100 سال پیش حلاج سوسیالیست، یا آمدن و از ابازر غفاری یک سوسیالیست دو آتشه ساختن. برخی علی ابن ابی طالب رو هم به همین مکتب سوسیالیسم آوردن و حتی می گفتن میان اندیشه های علی و مارکسیسم تضاد زیادی وجود نداره. این افسانه ها رو ما باید کنار بگذاریم. اینا تاریخ نویسی بر پایه یک منفعت سیاسی و ایدئولوژیک، یعنی جستجو در تاریخ برای یافتن یاران امروزی خود ماست. ببینید، من یک نمونه خیلی برجسته رو با شما در میان میذارم. میگویند حقوق بشر در ایران زاده شده.
من شیفته تاریخ ایرانم. استوانه معروف کوروش که در سازمان ملل همون رو ارج میگذارند یک نمونه ای از یک نگاه تاریخی به حقوق انسان هاست، حقوق شهروندان است، به حقوق اقلیت هاست. اما مفهومی که امروز ما از حقوق بشر داریم در ایران زاده نشده. ما هر میزان هم که میخواهیم سربلند از تاریخ ایران باشیم باید این افسانه سازی ها رو کنار بگذاریم. حقوق بشر یک پدیده مدرنه، حتی پدیده ای است که تا سده 18 سده 19 هم در دوران اوج اندیشه های مدرن ما به اون دست نیافته بودیم. حتی دموکراسی اروپایی با حقوق بشر زاده نشده بود. حقوق فردی در کانون مدرنیته بود، اما حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم زاده شد، یعنی با مفهوم امروزی شکل گرفت، یک پدیده نوست. ما نمیتوانیم بازگردیم به تاریخ و در هر گوشه تاریخ نمونهایی پیدا بکنیم که بسیار هم زیباست و این برداشت رو بدهیم به مردم که همه چیز باز میگردد به تاریخ ما. دیالکتیک پیش از اینکه در اندیشه های هگل و اندیشه های اروپایی فلسفه سده 18 و 19 پدیدار شود در میان ما ایرانیان و مسلمانان وجود می داشته. جای گفتگو نیست که بسیاری از این رگه های اندیشه ریشه کهن دارد. شما اگر به اندیشه های میترایی یا اندیشه های کهن هندی و ایرانی بازگردید می بینید که در فلسفه کهن ما دارای عقلانیت خرد هستیم و بنابراین چیزهایی از این دست در اندیشه اونها هم وجود داشته. اما که بیاییم و بگوییم که مولانا دیالکتیک به مفهوم مدرن کلمه را دریافته درست نیست. شاید قیاس، شاید جنبه های دیگری از این نکات رو دریافته بوده، ولی مفهوم دیالکتیک در کارهای مولانا جستجو کردن مانند کاری است که در دورانی می جستند و می گفتند که این اندیشه، این سروده معروف هاتف اصفهانی که دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابی در میان بینی، او پیش از اتم، پیش از اینشتین اتم رو دریافته بوده. دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابی در میان بینی، از وحدت وجود صحبت میکنه، هیچ پیوندی با اتم نداره. ولی خب ما خوش خیال باورمند به رشته چیزهایی که دلمان میخواهد به اونها شادمان باشیم و سربلند باز میگردیم و در این تاریخ این گونه چیزها رو جستجو میکنیم. درباره کسروی من امروز نمیخواهم سخن بگویم، چون باور من این است که کسروی با فلسفه غرب چندان آشنا نبوده، آگاهی های اندکی داشته و در این زمینه هم داوری هایی که در مورد فلسفه میکند، فلسفه غرب میکند، آکنده از گرفتاری هایی است که گریبانگیر بسیاری از اندیشمندان ایرانی اون زمان بوده و البته کسروی بسیار بسیار پیشرو، کسروی به داوری من انقلابی در این زمینه های اصلاحات اجتماعی، در پاره زمینه ها شاید کاستی هایی در رفتار و اندیشه و وجود داشته که اینها رو میتوان بررسی کرد و جایی راد هم نیست، بنا نیست کسروی همه چیز دانسته باشد. اما میخوام از این فرصتی که پیش آمده بهره بگیرم و با شما چیزی رو در میان بگذارم که در پرسش بسیاری از هممیهنان در این سالهای گذشته، چه در هنگامی که من سفر میکنم و چه در ایمیل ها، تلفن ها، دیدار ها با من در میان نهادند، که نگاه شما در بررسی با تاریخ، بررسی تاریخ چه زاویه‌ای با دیگر نگاه ها، دیگر دیدگاه ها، دیگر پژوهش ها دارد. پاسخ من این است که ما در راستای بررسی تاریخ یا تاریخ پژوهی یا تاریخ نویسی، تاریخ دانی، حالا نام های گوناگونی است که اینها رو می توانم در یه برنامه باز کنم، ما نزدیک به شاید 4 و حتی شاید 5 چشمانداز یا نگاه تاریخ پژوهی داشتیم یا تاریخ نگاری داشتیم.
یک نگاه تاریخ نگاری ایدئولوژیک است. نمونه‌ای که اشاره کردم، پتروشفسکی تاریخ اسلام رو نوشته، ولی دیدگاه پتروشفسکی در مورد تاریخ ایران از یک دیدگاه مارکسیستی برخواسته، همان گونه که یک آقای دیگری که یک زمانی مارکسیست بوده الان خیلی ضد چپ است، حالا میگویند دیگری این کتاب رو نوشته، ولی خب اون کتاب رو مال خودش میدونه، در مورد حلاج کتاب نوشته. در این کتاب شما میبینید نگاه به حلاج نگاه مارکسیستی است، نگاه ایدئولوژیکه. یعنی از حلاج یک شخصیتی ساخته شده در این کتاب که ما نمیدانیم تا چه اندازه درست است. شاید میدانیم که درست نیست، چون هنری ماسینیون برجسته ترین پژوهشگر روزگار ما درباره حلاج در کاری کرده نشان میدهد که بسیاری از این داوری هایی که درباره حلاج می شود سست است. نه اینکه حلاج آدم برجسته ای نبوده، اما این نوع داوری ها که او نماینده زحمتکشان بوده در میان مردم زحمتکش شورش برانگیخته، خب دارای جنبه هایی از حقیقت هست، اما نه اون حقیقتی که به ایدئولوژی های اجتماعی و طبقاتی پیوند میدن. که تصور کنیم یک زمینه طبقاتی در این راستا بوده. جالب اینجاست که آدم هایی که این گونه داوری میکنن، هنگامی که مثلا به آدمی مانند رضا شاه میرسیدند یا شاه اسماعیل صفوی یا دیگران، فراموش میکنند که اینها هم از پایین برخواستند. یعنی رضا شاه از پایین ترین بخش جامعه برخواسته، ولی اونجا دیگر این بحث طبقاتی رو مطرح نمیکنند، بلافاصله وارد بحث سیاسی میشن. درست هم است، ولی این نوع نگاه ایدئولوژیک به تاریخ که اینک نگاه مذهبی هم وارد اون شده، به راستی تاریخ رو واژگونه نشان میدهد. شما نگاه کنید امروز در ایران تا چند اندازه کتاب ها منتشر می شود که به تاریخ از دیدگاه دینی نگاه می کنند و از دیدگاه دینی تاریخ رو به شما به عنوان یک پیشغذای فکری ارائه می دهند و فکر و اندیشه نسل جوان ایران رو به ویژه ویران می کنن. بسیاری از این داوری ها داوری های آلوده و آکنده از نادرستی است، چون بنیاد اون یک پیش فکری است، یک دستگاه فکری است که در این تاریخ می خواهد عناصر مربوط به ایدئولوژی جهانبینی یا اندیشه دینی خودش رو جستجو بکنه و در نتیجه چیزهایی رو برجسته می کنه، چیزهایی رو خاموش و کمرنگ میکنه و چیزهایی رو میسازه و نمونه های از این رو زیاد داریم. یک روش دیگر نگاه به تاریخ، تاریخ نگاری پیوند یافته با یک منفعت سیاسی و دولتی است که این در تاریخ ایران بسیار برجسته بوده. در درازای هزار سال گذشته به انواع کتاب‌های تاریخ که نگاه کنید می‌بینید بسیاری از این کتاب‌ها یا تذکره‌ها اینها در دورانی نوشته شده یا به پشتیبانی امیران و شاهانی نوشته شده که می‌خواهند این تاریخ رو در برابر مردم قرار دهند. البته در تاریخ آمده که تاریخ رو فاتحان می‌نویسند و درست است، اما در بسیاری از این تاریخ نویسی‌ها ما با یک نوع نگاه حکومتی سیاسی روبرو هستیم و باید به راستی در این راستا عرض نهاد، برجسته کرد کار کسانی رو که با این که باید این تاریخ رو در پشتیبانی از یک پادشاه، یک امیر می نوشتن یا به فرمان او می نوشتن، حقایق تاریخی رو هم بازگو کردن. بیهقی کاتبی بوده در دربار شاه اون زمان، شاهان اون زمان، اما تاریخ بیهقی آکنده از راستی هاست، پر از راستی هاست. تاریخ جهانگشای جوینی، دیگر تاریخ هایی که در دوران از آمدن دوران سلجوقی تا دوره صفوی نوشته شده، اگرچه این تاریخ ها ستایش از سلطان امیر پادشاه رو
در بر داره و آکنده از غلو و حتی دروغ است، اما در لابلای این مبالغه شما تاریخ رو هم میبینید. این امانت رو با درایت توانستن به نسل‌های آینده منتقل کنند. و ما هنگامی که این نوع کتاب‌های برجسته تاریخی رو می‌خوانیم، باید اون جنبه‌های مبالغه‌آمیز رو کنار بگذاریم و در لابلای اونها حقایقی که اونها بیان کردند ببینیم. و برای این کار باید مقایسه کرد، یعنی چند کتاب رو از دیدگاه‌های گوناگون برای یک دوران در کنار هم نهاد و در لابلای اونها حقایق رو جست و گشت و به دیگران هم نشان داد. بیشتر کتاب‌های تاریخی دوران گذشته و حتی امروز این جنبه رو در خودش داره که هنگامی که آدم‌های می‌آیند و کتاب‌های تاریخی می‌نویسند، حتی برای شاهان کتاب می‌نویسند، یعنی اونها نویسندگان و کاتبان دربار هستند، ولی هنگامی که سفرنامه ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، رضا شاه و چیزهای از این دست رو می‌نویسند، خب اینها خامی خود اون پادشاه نیست، برای اون نوشتند، حتما او هم بر اون تأثیر داشته، ولی با یه نگاهی می‌نویسند که اون شاه رو، اون کسی رو که دستمزد اونها رو می‌دهد، اون کسی که این آدم‌های نویسنده به او وفادار هستند، ستایشگر او هستند، اونها رو در واقع بتواند شادمان کند. و از این منظر است که آدمی مانند کسروی در کتاب‌ها و کارهایی که کرده برجسته است، نادره، یعنی هیچ امتیازی به دولتی که در اون هنگام زندگی میکنه نمیده، حتی نقد هم میکنه، جایی هم که باید ستایش میکنه. ولی بسیاری از کارهای تاریخی او کارهایی است که دست کم در سودای گرفتن دستمزد از دولتی که در اون زندگی میکنه نیست. آیا کژراهی، خطایی، نادرستی در این کارها هست؟ حتما هست، اما نه به این دلیل که او میخواهد به پادشاه باج بدهد و از پادشاه دست مزدی دریافت کند، نه، به این دلیل که شاید آگاهی های لازم رو در این زمینه نداشت. یک نمونه دیگر تاریخ نگاری وارون نویسی تاریخ، یعنی تاریخ رو بازسازی کردن و دروغ گفتن، که من در کتاب سوداگری با تاریخ به یک نمونه برجسته از این وارونه نویسی تاریخ پرداختم که تاریخ رو به راستی نویسنده آمده و جعل کرده، ساخته و دروغهایی رو به مردم داده، بر روی کاغذ نهاده که میدانیم از دیدگاه تاریخی نادرسته. اینها وارونه نویسی تاریخ و نمونه های از این دست رو ما زیاد داریم. اما زیانبارترین نوع تاریخ نگاری که ما شوربختا بسیار با اون روبرو هستیم، تاریخ نگاری هذیان‌آلوده، تاریخ نگاری پرهیجان هست، تاریخ نگاری افسانه‌ای و پر از نادرستی است به سودای ویژه‌ای. حالا در هر دوره‌ای میتوان دلایل این سودا رو پیدا کرد، مثلا تاریخی که احمد کسروی به نقد کشیده، کتاب به نام ابن بزاز که درباره نیای پادشاهی صفوی نوشته شده، صفی‌الدین اردبیلی، ابن بزاز کتابی نوشته در این راستا که کسروی نشان داده این کتاب آکنده از دروغ است و هذیان‌آلود، پر از هیجان هایی که این هیجان ها تنها برای یک دستمزد سیاسی است، برای یک سودای سیاسی است یا سودای فکری است. ما نمونه سودای غیر سیاسی هم داریم، یکی از نوادگان مولانا کتابی درباره زندگی مولانا نوشته و نیاکان او که براستی میتوان گفت پر از افسانه است و شخصیتی از مولانا ساخته که شاید خود مولانا از این شخصیت بیزار بوده باشه. در دوران جدید، در دوران تازه، در 100 سال گذشته ما با نمونه های بسیار برجسته ای از این نوع کارها روبرو هستیم که شوربختا در روح و روان
دیگر پژوهشگران هم، حالا روان که شاید درست نیست، روح هم شاید اینجا درست نیست، رفتار و نحوه نگارش یا پژوهش بسیاری از پژوهشگران دیگر هم تأثیر گذاشته و همه اون رو پذیرفتند و تقریبا تبدیل شده به یک نوع افسانه‌ای که کسی نمیتواند نسبت به اون نقد داشته باشه. این رو نگاه نخست از یک چشمانداز سیاسی آغاز شد و سپس مذهب هم، دین هم به اون پیوست و سرانجام در کار پر از افسانه و هیجان و هذیان آقای اسماعیل رایی درباره فراماسونری جاودانه شد، پذیرفته شد که ما چیزی داشتیم در تاریخ ایران به نام فراماسونری، چیزی داشتیم در تاریخ جهان به نام فراماسونری. این فراماسونری نیروی اصلی گسترش استعمار در جهان بوده، نیرویی است که بریتانیا را بر جهان چیره کرده و در ایران هم همه یا شاید بیشتر نخبگان تاریخ ایران مزد بگیران بریتانیا و آدمهای اصلی لژهای فراماسونری بودند. این کتاب آقای اسماعیل رایین با مدارک سازمان ساواک نوشته شد، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور. میدانیم این رو دیگه مستند هست که آقای اسماعیل رایین این اسناد رو در اختیارش قرار دادند و اون نشست این کتاب رو نوشت. و چه زمانی این کتاب رو نوشت؟ این کتاب پس از انتشار کتاب میراثخوار استعمار است، یعنی دکتر مهدی بهار پزشک دوران کودکی من کتابی نوشت در نقد به ایالات متحده آمریکا، امپریالیسم آمریکا، بگذاریم که در خود این سرزمین امپریالیسم آمریکا هم درگذشت یادش بخیر، به نام میراثخوار استعمار. و به یک باره کسانی به این فکر افتادن که کتابی درباره نوکران و مزبگیران انگلیس در ایران بنویسند و کتاب اسماعیل رایین به چاپ رسید. این کتاب اسماعیل رایین، فراموشخانه، فراماسونری، دومین کتاب جعلی برجسته اوست. او پیشتر کتاب پر از دروغی منتشر کرده بود به نام اسرار خانه صدام که گویا هنگامی که رفتند خانه رئیس پیشین یکی از کارکنان برجسته شرکت ملی نفت ایران انگلیس رو، شرکت نفت ایران انگلیس رو غارت کردند، اسنادی به دست آوردند و این اسناد رو در اختیار رایین قرار دادن و او با پشتیبانی بقایی این کتاب رو منتشر کرد که میدانیم پر از دروغ است، پر از ناراستی هاست و بیشتر اسناد ساختگی است. ولی به هر روی این کتاب پذیرفته شد. اسرار خانه صدام به عنوان یکی از سندهای برجسته نقش بریتانیا در ایران برشمرده شد و پذیرفته شد که میدانیم نادرست و دروغ است. بسیاری از بخش ها، من امیدوارم در یه برنامه با جناب مهری از جمله به این کتاب بپردازم، اما شاهکار اسماعیل رایین با پشتیبانی ساواک انتشار کتاب فراماسونری است که در اون بیشتر نخبگان ایران جز محمد رضا شاه و رضا شاه همه فراماسون بودند، همه، از مصدق تا تقی‌زاده تا فروغی، کسی رو شما در این تاریخ پیدا نمی کنید که جز محمد رضا شاه و پدر او فراماسون نبوده باشند. همه فراماسون به عذاب در آمدند و داستانهایی در مورد فراماسونی در ایران پراکنده شد و پذیرفته شد، نه تنها به لطف این کتاب بلکه در تاریخ هم اندیشه های دیگری وجود داشت. از زمانی که نخستین فراموشخانه به ابتکار میرزا ملکم خان در ایران با اجازه ناصرالدین شاه به وجود آمد، این افسانه در ایران به راه افتاد که ما پدیده‌ای در ایران داریم به نام فراماسونری که حتما هم بوده، که به اون اشاره خواهم کرد، که این پدیده فراماسونری یک شبکه مزدگیران جهانی استعمار انگلیس است که سپس مذهبی ها صهیونیسم رو هم به اون اضافه کردند. فراماسونری در ایران تبدیل شد به پایگاه نفوذ انگلیس و اسرائیل حتی پیش از تشکیل دولت اسرائیل. صهیونیسم بین المللی و استعمار پایگاه فراماسونری جهان. خوشبختانه در کتابخانه کنگره
پیکره‌ای در دست است و این پیکره در جایهای دیگری هم به چاپ رسیده، از جورج واشنگتن. هنگامی که جورج واشنگتن به عنوان رئیس یکی از لژهای فراماسونری ایستاده و این لژ رو نمایندگی میکنه، نقاشی شده، عکس نیست، یک پیکره است که بسیار زیبا هم است، از جورج واشنگتن و اعضای این لژ. و جالب اینجاست که این فراماسون ها بناس نوکران دولت انگلیس باشند و این جورج واشنگتن که رهبر انقلاب استقلال آمریکا بوده و با بریتانیا جنگیده و مهمترین مستعمره بریتانیا رو، یعنی مهم یعنی حاصلخیزترین بزرگترین مستعمره رو، مستعمرات که بعدها به پیدایش ایالات متحده آمریکا انجامید، بزرگترین کشور نیرومند جهان شد، این رو از بریتانیا جدا کرده، این خودش آدم فراماسون ها بوده. خب این شما نگاه کنید به این پارادوکس، همون حرفایی که برخی آمدن دو در مورد مصدق میزنن که مصدق اصلا از جوانی وارد فراماسونری شده، به لوژ آدمیت وابسته بوده که این لوژ آدمیت هیچ پیوندی با فراماسونری نداره و به این دلیل با برنامه بریتانیا نفت رو ملی کرده که مبادا مبادا در سالهای پس از اون ایران سهامدار منافعی بشود که شرکت بریتیش پترولیوم به اون دست یافته. از این نوع افسانه هایی که مردم ایران و مردم کشورهای دیگر، به ویژه مردم کشورهایی که زیر ستم بیگانگان سالها زندگی کردن، شیفته اون هستن، دوست دارن این افسانه ها رو. افسانه هایی که مثلا در روسیه می گفتن یهودیان کودکان روس رو میدزدند، خون اونها رو در خمیر نان میکنند که این نان نان به اصطلاح یهودی باشد. افسانه هایی که هیچ معلوم نیست پایه در کجا دارد و این گونه مردم رو برمیانگیختند و این افسانه ها در ایران هم رواج پیدا کرد و آقای اسماعیل رائین این افسانه ها رو کتابی کرد، نوشتاری کرد، اعتبار اون بخشید و همین هم این افسانه ها رو میپذیرند. کمتر ایرانی است که بازگردد و ببیند که اصلا این واژه فراماسونری یا فری میسنری از کجا آمده. بنایان آزاد، چرا به اینها بنای آزاد میگفتند؟ آیا دولت بریتانیا، دستگاه امنیتی بریتانیا که وجود نمی داشته، در سده 15 میلادی آمده و با یک نقشه سازمانی ساخته به نام بنایان آزاد که بعدها از اینها برای استعمار بریتانیا بهره بگیره؟ اگر اندکی تاریخ پژوهی به دور از این ناراستگویی ها در میان ما شکل بگیرد، در خواهیم یافت که اصلا تاریخ این گونه نبوده. ما در ایران ساختار ماندگار صنفی یا ساختارهای ماندگار صنفی نداشتیم، در حالی که در اروپا نهادهای صنفی که یکی از بنیادهای پیدایش مدرنیته و سپس دموکراسی اروپاست، ریشه های کهنی داره. شما میدانید که اگر بازگردید به بررسی بناهای کهن مانند بناهای پیش از اسلام در ایران، بیشتر این بناها از سنگ ساخته شده، مانند تخت جمشید و یا بیستون. ما در تاریخمون یکی از این سنگ تراشان رو، یکی از بزرگان سراینده ایرانی به نام نظامی گنجوی جاودان کرده، فرهاد نماد یک سنگ تراشه. سنگ تراشی در اون هنگام یکی از حرفه های بسیار مهم بوده. بدون سنگ تراشان تخت جمشید بنا نمی شد. بیستون و دیگر ساختارهای کهن ایرانی که ماندگار است و از میان نرفته به وجود نمی آمد. پس از اون هم آجر و ساروج و چیزهای دیگر در ساختن بناها وجود داشته. بدون این حرفه، حرفه بنایان، ما زاینده رود نمی داشتیم. ما بسیاری از ساختمانهایی که از دیرباز برای ما به جای مانده، اینها رو نمی داشتیم. این یه حرفه‌ای بوده که نسل در نسل افراد در اون نقش داشتن، اما در فرهنگ شرق اجازه داده نشده که صنف
آجرساز، صنف بنا به وجود بیاد. صنف بودن ولی اتحادیه نداشتن. ویژگی پیدایش فراماسونری در این است که از اونجایی که در اروپای اون زمان به ویژه انگلستان دو گروه مهمترین نیروی ساختن بناها در جامعه بریتانیا بودند، کلیسا و دستگاه پادشاهی، یک حرفه بسیار نیرومند و پر از درآمدی به وجود می آید به نام بنایی، و اینها اتحادیه درست می کنند. و اصلا این فراماسونری یا فری میسنز نخستین بار اتحادیه بنایان است. و جالب اینجاست که در نخستین سندهایی که از اونها به جای مانده، وفاداری این بنایان آزاد به کاتولیسم یا کلیسا نیست، به خدا هست، به دین هست، اما به هفت دانش آغازینه. یعنی هفت دانش آغازین که اینها در واقع یک نوع نگاه سکولار، یک نگاه عرفی، نگاه زمینی به پدیده‌های الهی است، به دنیایی است که در اون زمان سخت درگیر الهیات است، اینها بنیاد فکری ساختار فراماسونری ایجاد می کند. دانش های آغازین یا علوم مقدماتی هفت هستند: دستور زبان، جدل یا منطق، بلاغت، هندسه، حساب، نجوم و موسیقی. در دنیای امروزی اینها تبدیل شده به پنج رشته: رشته دانش های آغازی یا مقدماتی که اینها رو بهش میگن علوم لیبرال یا لیبرال آرتس، هنر، ریاضیات، دانش های طبیعی، فلسفه و دینشناسی. اما در اون هنگام این هفت رشته ای که اشاره کردم به عنوان مقدسات این گروه شناخته می شد و هندسه در کانون اون قرار داشت، چون بدون هندسه معماری و برای ساختمان ممکن نبود. و به این ترتیب این نهاد نخست انگلیسی بریتانیایی بنایان آزاد به وجود آمد و سپس جهانگیر شد. روشن است که دولت بریتانیا یا ساختار فرمان روایی بریتانیا که به سوی استعمار هم رفته بوده از این نهاد بهره میگیرد، یعنی در اون نفوذ پیدا میکنه و کوشش میکنه این نهاد رو به سوی منافع خودش سوق بده. دو نکته بسیار مهم در اندیشه های فراماسونری در اون هنگام وجود داشته و اون این است که در نشست های اونها به دین و سیاست نمی پردازند. هیچ سخنی از دین نیست، هیچ سخنی از سیاست هم نیست، اما از حقوق صحبت است، از چگونگی عضویت و چگونگی بیرون راندن افراد از این نهادها وجود داره. لوژها به وجود می آید مانند ساختارهای سندیکایی و جنبه محرمانه هم نداره در آغاز کار. در جایهای این نهاد فراماسونری پنهانی می شود، از بیم و هراس کلیسا، از بیم و هراس دین یا حکومت ها و سپس هنگامی که وارد کشورهای مانند ایران می شود از این نوع ساختارها برای نفوذ سیاسی بهره می گیرند و سپس هم کلاشی. در ایران دسته های فراماسونری بیشتر جنبه فساد داشته، جنبه بهره‌گیری از اینکه یک گروهی با هم همکاری کنند برای اینکه بتوانند به یک جایگاهی برسند. اینکه آیا بریتانیا در اونجا نقشی داشته یا نداشته روشن نیست، در شاید جایهایی نقش داشته و در بسیاری نداشته. پیوستن آدم ها به این نوع نهادها بیشتر برای نزدیک شدن به یکدیگر و بهره‌گیری سیاسی و به ویژه در ایران بهره‌گیری مالی بوده. باید به نقد آن نشست، اما این افسانه که ما در دنیا با یک ساختاری روبرو بوده و هستیم به نام فراماسونری، که این داستان فراماسونری، این افسانه، این ساختار فراماسونری بنیاد استعمار در جهان است، دارای جنبه مشترک داستانسازی میان مسلمانان و مسیحیان. یعنی شما هم امروز هم اگر بروید در تارنماهای حکومتی در ایران، در تارنماهای حکومتی در کشورهای مانند حتی عربستان
و یا در تارنمه های گروه های کاتولیک یا گروه های غیر کاتولیک، پروتستان، گروه هایی که دنبال افسانه و ماجرای توطئه هستند. میبینید نگاه مشترکی وجود داره. گروه های اسلامی فراماسونری رو یک پدیده‌ای میدانند برای از میان بردن اسلام، نفوذ در کشورهای اسلامی از سوی بریتانیا، صهیونیسم، اسرائیل بعدها، و گروه های مسیحی فراماسونری رو یک نماد و نهاد سکولاری میدانند برای ویران کردن اندیشه های مسیحیت. مشترک این دو درزش، دو نگاه، هر دو اینها نادرسته. جای گفتگو نیست که بسیاری از این کوشندگان فراماسونری پیوند استواری با مذهب نداشتند، مانند پایگزاران دولت ایالات متحده آمریکا. خدا رو میپرستیدند، خدا پرست بودند، خداشناس بودند یا باورهای دینی داشتند، اما دین در کانون اندیشهشون نبود. ساختن یک دولت سکولار، یک دولت دموکراتیک در کانون اندیشهشون بود. ساختن یک دولتی که شهروندان بتوانند در زندگی اجتماعیشون شرکت بکنند. البته در اون موقع شهروندان سیاهان رو در بر نمی گرفت، در آغاز کار هم حتی مردم تویدست رو در بر نمی گرفت، ولی به هر روی راهی رو آغاز کردن که رفته رفته دموکراسی پیگیرتر شد، ماندگارتر شد. ما به پایان برنامه نزدیک می شویم، اما غرض من از این برنامه در این بود که نشان بدهم تاریخ رو باید از نو شناخت. نه تنها تاریخ این نوع پدیده های مانند فراماسونری، بلکه تاریخ رو، تاریخ ایران رو، تاریخ دین رو اندکی باید به خود آمد. آیا ممکن است این همه داستان های مذهبی که به ما می دهند درست باشد؟ این همه روایت، 56,000 تاش رو علامه مجلسی جمع کرده، این همه افسانه ها ممکنه درست باشه؟ به خود آمد و گفتش که اینها رو کی و چه کسانی فراهم کردن، در چه تاریخی گرده هم آمده. هنگامی که ما میدانیم نخستین کارهای نوشتاری و تاریخی درباره آغاز اسلام 100 و اندی سال پس از آغاز اسلام گرده هم آمده، تا چند اندازه در این 100 و اندی سال میان این آغاز و نوشتن این اسناد دروغ و افسانه وارد این داستان ها شده. ما اگر بخواهیم تاریخ رو بشناسیم باید اندکی راستگویی نسبت به تاریخ رو بیاموزیم، منطق، عقلانیت، خرد رو به خود راه بدهیم و بپذیریم که خیلی از چیزهایی که به ما میگویند بدور از راستی و بدور از منطق و خرد است. خب به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس دیگر باره از جناب امیر، تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد، و در هفته آینده من در کنار دوست گرامی آقای حسین مهری خواهم بود.